نگرانی کابلیان از افزایش فقر در افغانستان. گسترش ویروس کرونا در افغانستان زیانهای بیشماری را در بخشهای مختلف کشور وارد نمود. با گسترش بیماری کووید 19 در کشور فقر به 90% افزایش یافت. شهروندان پایتخت میگویند که قبل از واگیر شدن کشور به بیماری کووید 19 آنان می توانستند چرخ زندگیشان را به مراتب بهتر از امروز به گردش در بیاورند. اما پس از ملوث شدن کشور به ویروس کرونا افراد کارگر نه تنها پیدا کردن لقمه نان برایشان موزل شد بلکه دچار یک سلسله افسردگی نیز شدند. فقر بود ولیکن ویروس کرونا باعث بسیار زیاده شد که مثلا مردم در فقر و بیچارگی بیفتند و این حکومت ما نتونست یک رسیدگی درست کنه، در قلب هم به خاطر از این ویروس نتونست رسیدگی کنه. ما شاهد از این بودیم در تلویزیون ها، در رسانه ها که کشورهای خارج حتی شده که تا دان خانهشان مواد خوراکی را برشان رسانده، ولی به ما پنج نان میداد به مردم های فقیر که همو هم فعلا قد شده سر مردم. مردم افغانستان نمیوال میفهمیم بخی اگر از 100% در 40% شاید کمک کرده باشه دولت، نمیوال در سمت 40% بری بسیارش نمیوال در وقت قرنطین که شد نان کارتک آمد، بسیار مردم داد بسیارش نداد، بسیارش از گشنگی مرد. نمیوال که ما از شورت تو با اینجا من تو باور میکنی چند نفر دو جنگ میکردن، بخی مردم افغانستان روانی شدن. همزمان با دامنگیر شدن کشور به بیماری کووید 19 در به مکاتب، دانشگاه ها، مدارس، شرکت ها، سازمان ها و مکان های دولتی از سوی حکومت به رخصتی نامعلوم رخصت گردید. فقر در افغانستان در حال دامنگیر 90% از شهروندان کشور شد که وزارت امور داخله پس از قیوداد وزارت صحت عامه شمار بیشتری از ولایت های مربوط به کشور را به قرنطین دعوت نمود که این قرنطینه ها منجر به افزایش فقر در کشور گردید. گسترش ویروس کرونا در افغانستان در کنار بسته نمودن درب مکاتب و دانشگاه ها روی افراد کارگر نیز تاثیرات منفی گذاشته است. شکیب زهیر، پاسبانان، کابل.